مدت روزه‌داری مسلمانان در مناطق مختلف جهان متفاوت و دارای اختلاف زیادی است. کمترین میزان روزه‌داری امسال مربوط به جنوب استرالیا با 9 ساعت روزه‌داری است، اما در مورمانسک، یکی از شهرهای روسیه، در ماه رمضان امسال به علت عدم غروب خورشید در طول 24 ساعت شبی وجود ندارد. پس از مورمانسک، دانمارک و نروژ با 21 ساعت بیشترین ساعات روزه‌داری را خواهند داشت. در این میان بسیاری از کشورهای خاورمیانه مانند ایران، امارات، عربستان، قطر، عراق و سوریه هم به طور متوسط 15 ساعت روزه‌داری را تجربه می‌کنند. بر اساس استفتای صورت گرفته از دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی، در آفاقی که طول روز در آنها بیش از 17.5 ساعت می باشد، می توان به یکی از فرضهای زیر روزه گرفت. 1. مطابق افق همان مکان روزه گرفته شود. به این روش معمول که قبل از طلوع فجر امساک نماید و هنگام مغرب شرعی افطار کند، در صورتی که مستلزم حرج و یا ضرر نباشد. 2. طبق طلوع فجر همان مکان امساک نماید، اما به میزان ساعات روزه شهرهای متعارف دنیا روزه باشد و سپس افطار کند. مثلا طول روزه شهر مقدس کربلا را حساب کند که در این فصل تقریبا 17 ساعت است و بعد از 17 ساعت افطار نماید. گرچه هنوز موعد اذان مغرب در کربلا و یا به افق آنجا فرا نرسیده باشد. 3. اما در شهرهایی که آفتاب اصلا غروب نمی کند، باید به میزان ساعات روز شهرهای متعارف دنیا روزه بگیرد. مثلا با اذان صبح شهر مقدس کربلا امساک کند و هنگام اذان مغرب این شهر افطار نماید. برای توضیحات بیشتر مکالمه تلفنی داشتم با آیت الله شیخ حسین فدایی، عضو بخش استفتاءات دفتر آیت الله العظمی شیرازی. نظر حضرت آیت الله العظمی حاج حسین صادق شیرازی دامغ الله نسبت به آنان که در کشورهایی زندگی می کنند که شروق غروب آفتاب به کلی ندارند، این است که آنها می توانند هم در نماز و هم در روزه به دو صورت عمل کنند. یک، به حسب توقیت فجر و زوال و غروب مثلا کربلای معلا هم روزه بگیرند و هم نماز یومیه را به جا آورند. مخصوصا الان وسایل اطلاعاتی و اینها آسونه، میتونن که ببینن افق کربلا مثلا چه وقت فجره، چه وقت ظهر زواله و چه وقت غروبه، طبق همون هم نمازشون رو بخونن و هم روزشون رو طبق فجر کربلا نیت میکنن و غروب کربلا که میشه روزشون رو باز میکنن. یه صورت دومی هم هست، به این که نماز یومیه را در هر 24 ساعت در سه فاصله زمانی که متناسب با افق مثل کربلای معلا باشد به جا آورن. این دقت اون را نداره، ولی خودشون تقسیم میکنن 24 ساعت را با سه فاصله زمانی، برای مثلا نماز صبح، بعد نماز ظهر و عصر، بعد نماز مغرب عشا که متناسب با افق مثل کربلای معلا باشد. دقیق لازم نیست و متناسب کافیه. و روزه را هم طبق ساعات روز کربلا، یعنی 17 ساعت مثلا، در هر 24 ساعت انجام بدن. و اما آنان که در کشورهای زندگی میکنن که ساعات روزشون بیش از 17 ساعت و نیم باشد، اونها نیز به دو صورت میتونن به نظر آیت الله العظمی حاج حسین صادق شیرازی روزه بشن. یک، اینکه طبق افق خودشون، یعنی اینا مخیر هستن که در صورت اول طبق افق خودشون روزه بشن، یعنی با فجر خودشون نیت روزه میکنن و ما مغرب شرعی افق خودشون روزشون رو باز میکنن که این مطابق با احتیاط مستحبم هست، ولی لازم نیست، مخیره. مخیرم این صورت دوم رو اختیار کنه که طبق فجر افق خود کشوری که درش زندگی میکنن روزه میشن، نیت روزه میکنن و اونگاه بعد از گذشت ساعات روز کربلای معلا
که مثلا در حدود 17 ساعت، چون روزها بلند، روز تابستون معمولا روزای ساعات و روز کربلای معلا معمولا میشه 17 ساعت و ایشونا افق طبق افق خودشون فجرشون که میشه اذان صبح، قبل از اذان صبح خودشون روزه میشن، نیت روزه میکنن و حساب میکنن 17 ساعت بعد از گذشت 17 ساعت از روزشون، روزشون رو میتونن باز کنن حتی اگر هنوز آفتاب در شهرشون بوده باشه. این به نظر حضرت آیت الله العظمى حاجی قاسم صادق شیرازی قبوله و انشاءالله مورد پذیرش و قبول شرع ای هست. اما نماز آنان، یعنی افرادی که در کشورهای ساکنن که غروب و شروق آفتاب دارن، حتما نمازشون باید طبق غروب و شروق آفتاب خودشون، یعنی وقتی که اذان صبح میشه به افق خودشون بعدش نماز میخونن، ظهر که میشه، زوال که میشه، طبق همون توقیت هایی که هست ظهرشون نماز رو عصر میخونن، مغرب شرعیشون که میشه مغرب عشا، نماز مغرب عشا رو میخونن. بنابراین آنانی که در کشورهای زندگی میکنن که ساعات روزشون بلنده و بیشتر از 17 ساعت و نیمه، اینا میتونن به این صورت دوم که اختیار کنن مثلا ساعات روز کربلا رو که 17 ساعته به فجر خودشون روزه میشن، قبل از اذان صبح خودشون روزه میشن و بعد از گذشت 17 ساعت روزشون رو باز میکنن. انشاءالله این رمضان امسال مبارک باشد بر همه شیعیان و مسلمانان و محرومان جهان و طاعات و عبادات همگی مورد قبول حق تعالی و شایستگی ظهور حضرت ولی عصر بقیت الله حجت ابن الحسن علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.